روزنامه واشنگتن پست از قول منابع اطلاعاتی که در آمریکا و نهادهای امنیتی غرب هستند گزارش داده که تهران و مسکو برای ساخت پهپادهای ایرانی در خاک روسیه توافق کردند. بر اساس این گزارش روسیه با دستیابی به خط مونتاژ تولید چنین پهپادهایی میتونه ذخیره تسلیحات ارزان قیمت و مخربش رو افزایش بده. پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی عمدتاً برای حمله به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین استفاده میشن. امروز با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، پیشتر خبر از فروش پهپادها بود و آموزش مهندسان روسی در ایران، حالا اینکه روسیه بخواد خودش هم پهپادهای ایرانی رو بسازه چیز جدیدیه؟ چه نشونه هایی ازش وجود داره؟ چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ خب از هم میرسه که واشنگتن پست از منابع اطلاعاتی موثقی استفاده کرده برای تهیه این گزارش و میشه گفت که یک گام منطقی هست در روابط نظامی بین ایران و روسیه. وقتی که روسیه چنین نیاز فراوانی داره به سلاح‌های ارزان قیمتی که ایران طراحی و تولید کرده، از جمله همین شاهد 136 که در مقایسه با موشک‌های کروز خود روسیه ارزان‌تر هستند، درست کارایی کمتری دارن ولی به تعداد بیشتر میتونن علیه اهداف بیشتری مورد استفاده قرار بگیرن. این دقیقاً همون چیزی که روسیه می‌خواد. روسیه در 9 ماهی که از جنگ گذشته تعداد بسیار زیادی از سلاح‌های هدایت‌شونده دقیقش رو مصرف کرده و الان موجودی خیلی کمی داره، برای همین می‌خواد که با ایجاد خط تولید این تسلیحات در داخل خاک روسیه طبیعتاً خط به تعداد بیشتری از اونها رو به خدمت بگیره. تا حالا گفته میشه بیش از 400 تا شاهد 136 و 131 ایرانی در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و تعداد خیلی بیشتر از اینا هم خریداری شده، ولی به نظر میرسه که ایران ظرفیت یا جمهوری اسلامی ظرفیت تولید با سرعت زیادی نداره و نمیتونه تمام تقاضای روسیه رو جوابگو باشه. پس به نظر میرسه که با انتقال خط تولید این وسایل پروازی به داخل روسیه مقداری خب مشکلات خود جمهوری اسلامی در تولید رو هم رفع خواهد کرد. و این نکته هم نباید از نظر خارج کرد که این نوع مبادلات مالی طبیعتاً شامل پول‌های انتقال پول میشه، انتقال پول‌های زیادی میشه و اون میان کمیسیون‌های زیادی هم رد و بدل میشه و چون سپاه پاسداران در طراحی و تولید شاهد 136 نقش قابل توجهی داره، من فکر می‌کنم سعی خواهد کرد که در از این زمینه هم حد اکثر منافع مالی رو کسب بکنه و از طرف دیگه در داخل ایران هم من فکر می‌کنم که تلاش خواهد کرد که اون قسمتی از تولید قطعات که در داخل ایران قرار انجام بشه به خود پایگاه سپاه منتقل بشه تا بتونن حداکثر منافع از ایران خودشون ببرن. یک سوال مهم اینه که اون اجزایی که در خارج تولید میشه مثل آمریکایی، ژاپنی، اروپایی و که در این درون ها استفاده میشن، اون حالا باید دید که چگونه میخوان که روس ها و ایرانی ها همچنان به تامینشون ادامه بدن، به خاطر اینکه فقط صرفا ساخت بدنه اینها نیست و اجزای دقیق و تجهیزات الکترونیکی و اپتیکیش هم همچنان باید از خارج وارد بشه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، ممنونم از شما.